Okay. Good. Okay, Be'ezrat Hashem, متن رو شروع میکنیم. کلاس امشب فصل 51 در کتاب تنیا. مقدمه یک خلاصه، به صورت خلاصه مقدمه بدیم، و اون از اینه که در فصل‌های اخیر داشتیم یاد میگرفتیم درباره انواع و اقسام عشقهایی که ورزیده میشه به خداوند و امکان داره در یه نفر به وجود بیاد. اون عشق آخرینی نسبت به هشم که یاد گرفتیم اهوا، که رشبه عشق بود تا حدی که حتی یه نفر حس میکنه نشاماش میخواد از بدن اون خارج بشه، ولیکن تموم کردیم با این موضوع که در این حال نه تنها راتسو باید باشه که به حالتی باشه یه نفر که حتی نشاماش میخواد همه چیز جسمانی رو ول بکنه، ملحق بشه به خدا، در این حال باید درجه شوف در اون وجود داشته باشه. اینه که یه نفر میدونه نه، نشاماش باید در این دنیای جسمانی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه نیت الهی در این دنیای جسمانیه که ما میتوه ها رو انجام بدیم، هدف حق دشبار خور رو به انجام برسونیم. و الان موضوع دوباره برمیگرده به اون نقطه، تیتر اصلی تمام کتاب تنیا، و اون اینه که اون پاسوکی که توی تورا نوشته کی کاروف اله خواهد آوار معود بفیخا ویلوافخا لحظتو، که این امر بسیار آسون و نزدیکه برای تو که به وسیله دهانت و در قلبت اونها رو انجام بدی. و نقطه‌ای که الان عبد الرزاکن میخواد درباره این صحبت بکنه اینه که اون تکیه اصلی در اون پاسوک چیه؟ لعصوتو، که انجام داده بشه. درسته میگیم نیت الهی در این دنیاست، و درسته که میگیم بسیار برات راحته اگه واقعا بخوای رو خودت کار بکنی که از نظر دهانت تفیلا خوندن، تو را یاد گرفتن و همچنین در قلبت همه چی رو احساس بکنی، ولی همه اینا برای چیه؟ به فیخا ویلوافخا لعصوتو، که میتوه ها رو انجام بدی. میتوه ها رو انجام دادن اون دلیل اصلی وجود تمام دنیاست، گرفتن تو را، یاد گرفتن تو را و غیره. و بنابراین برای توضیح این موضوع الان ادبون ازاکن برمیگرده در فصل 51 به یک موضوع جالبی از زهر که در فصل 35 درباره اون به صورت خلاصه صحبت شده بود. و اون چی بود؟ در پاراشای بالاک در زهر درباره ینوکا صحبت میکنه، یک بچه خردسال که مسلماً این بچه خردسال نشامای بسیار بالا درجه ای داشت، و داستان این که این بچه آیا کی بوده و به چه نحوی این معلومات رو به دست آورده بود، اون خودش فکر کنم به صورتی خلاصه درباره این صحبت کردیم وقتی که فصل 35 رو با هم دیگه داشتیم یاد میگرفتیم. میتونید برید سر اون ویدیو و تماشا کنید. ولی که فقط این که این یک بچه فوق‌العاده‌ای بود که حتی دانش آموزان ربی شمعون بر یوحای داشتن از این بچه خردسال بسیاری از موارد عمیق رازهای تورا رو یاد میگرفتن. و این بچه شروع کرد به اینا یاد دادن که توی پاسوک وقتی که نوشته خاخام ایناو بروشو، در کوهلت نوشته که یه نفر خاخام چشماش در سر اونه، خاخام ایناو بروشو، و بچه خودش سوال میکنه معنی این پاسوک یعنی چی که یه نفر خاخام چشماش توی سرشه؟ مگه آدمیزاد میتونه چشماش یه جای دیگه باشه توی بدنش؟ خب چشمش باید توی سرش باشه و چشم همه توی سرشونه. این پاسوک توی کوهلت چی داره به ما یاد میده؟ بلکه اون بچه توضیح داد که یه نفر باید از نظر عقلانی حواسش باشه، یعنی چشمای خردش توی سرش آگاه باشه. از چی؟ از این که کی بالای سرشه و اینکه شخینای هشم همیشه وجود داره بالای سر یه نفر. و ادامه میده اون بچه در زهر توضیح میده که برای اینکه شخینا بالای سر یه نفر باشه و اون رو در بر بگیره، دقیقا مثل یک شعله که احتیاج به یک فتیله و روغن داره تا اینکه اون شعله بتونه باقی بمونه، فروزان باشه، به همین صورت برای اینکه شخینای هشم بالای سر یه نفر باشه احتیاج به روغن ما داریم. و اون روغن چیه؟ تو زهر توضیح میده که اون در واقع میتسوه های تورا هستن،
که به وسیله میتواهای تورا ما قدرتش رو داریم که شخینای خودمون رو، شخینای هشم رو روی بالای سر خودمون نگه داریم به صورت مدام. و این قسمت از زهر رو الان ادمورزاکن دوباره بیشتر در بارش توضیح خواهد داد. چرا؟ به خاطر اینکه موضوعی رو که میخواد به ما ادمورزاکن یاد بده الان در فصل 51 اهمیت انجام میتوه هاست و نحو وجود شخینای خداوند، نور جلال خداوند در این دنیا. بریم سر اصل مطلب، خود متن فصل 51. و این بر طبق تقویم سالیانه، این قسمت فصل 51 معمولا برای روز 23 ایار سال معمولی و یا در شانام اوبرت 24 ایار هستش. پرک نون آلف فصل 51. و هینه لتوسفت به اور لاشون های نوکادل ایل، برای توصیف بیشتری از اون سخنانی که اون بچه خردسال در کتاب زهر گفت که قبلا در فصل 35 اینا ذکر شد، صاریخ لوائر باید اول ما توضیح بدیم تخیلا لهاوین که صد اینیان هشرات هشخینا، باید اول یک موضوعی رو توضیح بدیم که بهتر بتونیم درک بکنیم تمام موضوع هشرات شخینا، سکنا کردن نور جلال هشم که به نام شخینا نامیده میشه، شهایتا شرا به بیت کاچه کداشیم که این نور شخینا در زمان بیت المقدس کجا بود، در قسمتی از بیت المقدس به نام کدشه کداشیم مقدس مقدس ها، اون جایی بود که آرون هکدش اون صندوق عهد بین بنی اسرائیل و هکدش باره اونجا وجود داشت و دولوهای تورا در اون بودن و همچنین خورد شکسته های دولوهای اولی که به بنی اسرائیل داده شده بود. و خین کل ماکوم هشرات هشخینا ماین یانو، و کلن وقتی داریم صحبت میکنیم درباره مکانی که شخینا در اون وجود داره، نور جلال هشم وجود داره، آیا معناش چیه و منظورش چیه که در فلان مکان نور شخینای هشم وجود داره؟ حالا ملوکل هارت که ودو، مگه نه این که تمامی دنیا پر از جلال خداونده؟ و لید اتر پانوی مینه و همونجور که در زهر توضیح میده که هیچ مکانی وجود نداره که خالی باشه از وجود خداوند. خداوند در تمام دنیا وجود داره، هر نقطه و نقطه از دنیا مملو از الهیت. پس منظور چیه که میگیم مکان جلال نور جلال هکدوش باروخو در کدش کداشیم بوده در بیت المقدس؟ این منظور مکان یعنی چی؟ مگه خدا همه جا نیست؟ بعد مرزاکن الان توضیح میده. اخاینیان موضوع در اینه که دختیف همونجوری که نوشته اومه بساری اخز الوکا، که یک انسان از گوشت خودش، از وجود خودش میتونه الوکا، الهیت رو دربر بگیره. یعنی اینکه ما میتونیم بعضی از مواردی که درباره الهیت صدق میکنه از کجا یاد بگیریم؟ از خودمون. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع الگوی وجود ما بر حسب اون الگوی الهیته. پس بیایم به خودمون نگاه بکنیم. به چه نحوی؟ شکموش نشمت آدم هی ممله کل رمخ ابریه ها گفت. بیایم نگاه کنیم به نشامای ما، به روح ما، که به چه نحوی در یک انسان این روح در واقع تمامی 248 اعضای بدن یه نفر رو، مروشو از رگلو، از سرش تا پاش کاملا پر میکنه. این نشما، این روح در واقع در تمامی اعضای بدن ما وجود داره. و افل پیکن، ولی با وجود این که میدونیم قدرت نشما، قدرت حیاتیمون، قدرت روحمون در تمام بدن ما هست، اصل کار این کجاست؟ ایکار میشکانا و اشراتا هی به مخو، ولی در همون زمان در این حال مقر اصلی این قدرت زندگانی بخش، این روح ما در مغزمونه. اون مهم موخ میتپشت دخول های واریم، و از مغز یه نفر این قدرت حیات، این روح پخش میشه به تمامی اعضای بدن
و خل اول مکبل میمنا خیود و خو آخر اویلو و هر عضوی از بدن دریافت میکنه از مغز اون قدرت زندگانی و اون قدرت حیاتی رو ها راویلو که مناسب برای اون عضو بدن لفی میزگو اوتخوناتو بر حسب مقیاسی که لازمه بر حسب خصوصیاتی که در اون اعضای بدن وجود داره. برای مثال ها این لیروت چشما خصوصیاتشون اینه از به صورت جسمانی ساخته شدن برای دیدن، پس بنابراین اون چه قدرتی رو میتونه دریافت کنه و اون رو آشکار بکنه؟ قدرت دید که از نشاما سرچشمه میگیره، جون میبخشه به بدن. ولی برای مثال گوش آدم نیست که میبینه، چشمه که میبینه. چرا؟ به خاطر اینکه اون چشمه که ساخته شده برای این موضوع. و ها اوزن لشما و گوش برای شنیدن، پس بنابراین قدرت شنوایی در اون خودش آشکار میکنه در گوش یک نفر. و هپل لدبر و دهان یک نفر برای سخن گفتن، بیان کردن. و ها رگلایم لحلاخ و همچنین پاهای یک نفر برای اینکه راه بره. کنیره به خوش، همونجوری که به صورت واضح میتونیم مشاهده بکنیم در هر شخصی. و همچنین مشاهده چیزی که میکنیم شبه مواخ مرگیش کل هنفلا هنفعال به رمخ واریم و خول هکرد اتام. به خاطر اینکه همه این قدرت ها از مغز سرچشمه میگیره، قدرت روحی که در مغز وجود داره از اونجا پخش میشه به تمام بدن. به همین دلیل هم هست که میبینیم که به چه نحوی هر اتفاقی در بقیه اعضای بدن میفته در مغز این میتونه حس بشه. مغز یه نفر حس میکنه که چه خبره توی پاش، توی دستش و غیره. و هینه این شینو کبالت هکو خود و اخیوت شه به اواره ها گفت مینن شما میتد اتما و ماهوتا. این تفاوتی که در مقیاس قدرت زندگانی و خصوصیات هر عضو بدن وجود داره، این تغییرات، این تفاوتهایی که وجود داره از نشاما نیست و از خود اصل ماهیت نشاما. شیهیه ماهوتا و عطمتا میخلق رمخ خلاکیم شنیم، که این به اصطلاح از نشاما بخواد تقسیم بشه، تقسیم شده باشه در نشامای نفر به 248 عضوهای مختلف. میتلبشیم به رمخ میکمود که فی سیر خلکه میکمود اواره هگوف. که فکر کنیم که پس بنابراین چون نشاما 248 قسمت مختلف داره و هر قسمت ها میره و فقط خودشو آشکار میکنه در یکی اعضای بدن، شلفی زن نمتا اتموتا و مهوتا متویار به تویار گشمی و دموت به تبنید که تبنید هم گفت خصب شادان. به خاطر اینکه اگر اینجوری بخواید تصور کنید، خدای نکرده این به نظر میاد، یه نفر ممکنه درک بکنه و فکر بکنه که در واقع یک نشاما هم مثل یک عضو مثل یک بدنه که میتونه قسمت‌های مجزا داشته باشه، بنابراین هر قسمتش میره و ملبس میشه در یکی دیگه از اعضای بدن. الا کلا اتسام اخاد روخانی، بلکه نشاما اینجوری نیست. نشاما تمامیش یک تیکه، یک پارچه، یک چیز روحانیه. پاشود و مفشاد میکل تیوره گشمی، این خالیه و توهیه از هیچ گونه شکلهای جسمانی نشامای ما. اومه بخیلت و گدر مکام و میدا و چیزی نیست که اصلا هیچ نوع حد و کران و مقیاسی داشته باشه. او گوول گشمی و مرز و حدودیت های جسمانی میتصد ماهوتا و عصموتا از نظر هویتش و از نظر جایی که سرچشمه میگیره نشاما. چرا؟ به خاطر اینکه نشاما همونجوری که در فصل اول و دوم تنیه یاد گرفتیم یه قسمت از خود خداست. پس چیزی نیست که حد و کران جسمانی داشته باشه و بشه تقسیم بندی بشه بگیم این قسمت مال توی دسته ولی نه مال یه چیز دیگه. بلکه از طرف نشاما همش یک قدرت کامله. ولو شایخ به ماهوتا و عطبوتا لومر شهی به مخین شه به روش یوتر می به رگلین. پس بنابراین از نظر ماهیت اصلی نشامای یه نفر، روح یه نفر که بهش زندگانی می بخشه، این امکان پذیر نیست که بخوایم بگیم
که این بیشتر در مغز وجود داره نسبت به پاها. مخش ماهوتو و عطموتو اینو به گدر او مخیرد ماکام او به گیبول گشمین. چرا؟ به خاطر اینکه ماهیت اصلی یک نشاما اصلا در حد و کران و در درجه و مکان هیچ نوع جسمانی نیستش. رکش تریک مینه که خود به خیوت که دلیم باه به ماهوتا تنها چیزی که هست تمامی 613 تا انواع اقسام قدرت ها و درجه زندگی بخش حیات که وجود داره در این نشاما در عنصر اصلی این نشاما وجود داره لاتسد الاپول و گیلوی محلم که اینا همه میاد بیرون و آشکار میشه از اون درجه پنهان که بوده لخیود رماخ اواریم بشستن گیدیم شه و گفت که زندگانی ببخشه به تمام 248 اعضای بدن و 365 رگ های مختلفی که توی بدن هستش علیده هیت لبشوتان به نفش خیونید به این وسیله که اول این نشاما میاد این نفس الهی ما و خودشو ملبس میکنه در اون قدرت جونی که بهش میگیم نفش خیونید اون نفس حیات که مثل درجه میونجیگره بین نشاما و بدن یه نفر پس نشاما که کاملا الهیه میاد و جون میبخشه به حیات میبخشه به اون قدرت زندگانی که با بدن اعضای بدن ربط داره شیش لا گم که رمخ بشه ساکو خود و خیوت حلالی که اون نفس خیونیت زندگانی که اونم به همچنین تقسیم بندی میشه به 248 و 365 قدرت های مختلف و اینا میتونه که این قدرت زندگانی رو ربط بده به هر کدوم از اعضای بدن که داره دریافت میکنه اینا و ادامه میدهد مرزا که و الان داریم وارد شیوری میشیم که برای روز 24 ایاره و هینه الهمشاخت کل هتر یک مینه که خود درباره این پخش شدن تمامی 613 تا انواع و اقسام قدرت‌های مختلف و خیوت و قدرت زندگانی مهل من نشاما ال حقوق لخیوتو از اون درجه پنهانی نشاما که خودشو برسونه به بدن بدن جسمانی که به اون زندگی ببخشه آله ها آمرو درباره این گفته شده شئی کار میشکانا و هشراتاشن همشاخازو که اصل کار مقر و محل سکنای و وجود این قدرت که داره امتداد پیدا میکنه و گیلویزه و آشکار میشه هو کلو با مخین شباروش تمامی این در مغز یه نفره که توی سرشه و به همین دلیل هم هست ولاخن هم مکبلیم تخیلا حکاق و خیوت به خاطر اینکه از اونجا سرچشمه میگیره به این دلیل هم هست که مغز و سر اول قبل از هر چیز دیگه قدرت زندگانی خودش رو دریافت میکنه چه تخیلا مکبلین تخیلا حکاق و خیود ها رای لاهم لفی میزگام تخوناتان که سر و مغز بر حسب توانایی خودشون اونجوری که ساخته شده و قسمت چیزی کاری رو که میتونه انجام بده اول اونا دریافت میکنن مغز یه نفر سر یه نفر شهن خاخما بینا و دعت که اونا درجه خاخما بینا و دعت هستش و کوخ و مخشاوا و قدرت تفکر و خلا شیخ لمخین و هر قدرت دیگه از نشاما که ربط داره به مغز یک نفر ولوزو بیلود و نه تنها این الا گم کلالود کل همشاخود هخیود بلکه حتی تمامی اون قدرت زندگانی که امتداد پیدا میکنه لشعار های وارین به بقیه اعضای بدن گم کن کلولا اوملو بشت و ماخین شبروش حتی اونا هم در سر وجود دارن یعنی حتی قدرتی که در دست خودشو نشون میده قدرتی که در پا خودشو نشون میده در چرت نشون میده و غیره همه این قدرت ها در مغز یه نفر وجود داره و شام هو ایکارا و شارشا و در واقع در مغز یه نفر اصل کاری و ریشه شل همشاخا زو این امتداد قدرت هستش به بخینت گیلوی ها اور و خیاد در درجه
آشکار شدن این نور و حیات شل کل انشاما، حیاتی که برای تمامی نشاما هستش. اومیشا میتپشت تا آرالش آلکور های واریم، و از اونجا هست از مغزه که این مثل یک انکاسی از یه نور، انشعای از یه نور، این پخش میشه به تمامی اعضای بدن. اومکبل کل خاد کوخ و خیود، و هر کدوم از اعضای بدن قدرت و حیاتی که هر راویلو که مناسبه برای اون کفی میزگو بر طبق ساخت اون عضو بدن اوتخوناتو و خصوصیاتش دریافت میکنه. کوخ ریا میتگله با عین، قدرت دیدن خودش رو در چشم آشکار میکنه، به خاطر این که از نظر جسمانی چشم برای این ساخته شده. چشم برای این ساخته نشده که یه نفر بتونه گوش بکنه. و کوخش میا به اوزن، و قدرت شنوایی خودش رو در گوش یه نفر آشکار میکنه، نشون میده. و خولک و خود، و تمامی این قدرت ها میتگلب میبخشید، و خولک و خود میتپشتی مرماخ، و تمامی این قدرت ها امتداد پیدا میکنن و پخش میشن از مغز یه نفر. کنوده، همونجوری که این دانسته شده که شام هو ایکار میشکن نشاما. چرا؟ به خاطر اینکه در مغز اون مکان و مقر اصلی نشاما هستش. کولا تمامی نشاما به بخینت گیلوی به صورت آشکار شنیگلت شام کلالوت حیات، که در مغز تمامی کلی حیاتی که حمید پشت میمنا که از اون انشاء پیدا میکنه در مغز آشکاره و به وجود داره. رک و خطه هاشه کلالات اخیوت، تنها چیزی که هست این به صورت کلی این قدرت زندگانی مئیره امید پشتی میشام، از اونجا منور میشن و پخش میشن. لخول افره ها گفت، به تمامی اعضای بدن که دیمیون ها اور حمید پشت، دقیقا مثل نوری که پخش میشه. اومئیر محشه میشه خدر خداریم، و از خورشید میاد به تمامی اتاقها. به این معنا، این مثال که همونجوری که نور خورشید وقتی فرا میرسه، نوریه که میره داخل یک خونه میشه، یا از پنجره میره تو، یا از در میره تو، و ممکنه تو این اتاق نور پیدا میشه، تو اون یکی اتاق هم نور پیدا میشه، تو اون یکی اتاق نورای خورده کمتره، تو اون یکی اتاق یه خورده نور بیشتره، تو اون یکی اتاق داره سایه درست میکنه، تو اون یکی اتاق، و همه اینا از کجا داره میاد؟ این همون نوریه که همش از داره از خورشید میاد، ولی در این حال بستگی داره به زاویه هر کدوم اتاقها که کدوم پنجره داره، کدوم پنجره بیشتر داره، کدوم اتاق به سمت الان ناحیه‌ای که خورشید داره میتابه، کدوم یکی پنجره‌اش به اون طرفی باز میشه و غیره. این باعث میشه که هر کدوم بر حسب خصوصیات خودش هر اتاقی نور رو دریافت بکنه، ولی نور همون نوره، و در همون نور که تو این اتاق و تو اون اتاق منور شده تمامی این قدرت، تمامی خصوصیات نور وجود داره. به همین صورت درباره نشاما که داریم صحبت میکنیم، که نشاما در واقع یک پارچه است و همه قدرت ها توشه. تنها چیزی که هست در بدن، هر قسمت از بدن اون قسمتی از قدرتی رو که میتونه جذب بکنه از اون استفاده بکنه، اون وقته که این کارو میتونه انجام بده. اگر مثال مدرنی درباره این بخوایم بزنیم، برای مثال همون مثال معروفی که از برق بزنیم، که برق وقتی میاد، برق همون برقی که میاد یه خونه، ولی بستگی داره. دستگاه اجاق برقی باش میشه پخت، دستگاه سشوار باش میشه مو رو صاف کرد، دستگاهی که برای مسواک برقیه باش میشه دندون رو مسواک زد، دستگاهی که برای ضبط کردن صداست و یا تلفنه و غیره. پس بستگی داره به این که هر دستگاهی برای چی ساخته شده، ولی وقتی اون برق رو دریافت میکنه، اون وقتی که میتونه بر حسب چیزی که ساخته شده از اون استفاده بکنه. به همین صورت این، البته اینم تازه مثال دقیقی نیست. چرا؟ به خاطر این که در اون جریان برق که داره جاری میشه قدرت تلفن وجود نداره، برنامه ریزی تلفن وجود نداره، و یا قدرت یک اجاق وجود نداره. ولیکن اینجا چیزی که داریم میگیم اینه که در همون یک نشاما تمامی قدرت ها وجود داره. قدرتی که خودش رو آشکار میکنه در چشم،
قدرتی که خودش آشکار میکنه در گوش و در پا و در دست و هر چیز دیگه و افیلو هلف و حتی قلب یه نفر در بدنش مکبل مهم مواخ، حتی قلبم از مغز دریافت میکنه قدرت حیاتو. درسته که قلب در بدن یک قسمت بسیار اساسی و مهمه، ولی که قدرت حیات که از نشاما میاد و از اونجایی که مقر اصلی نشاما در مغزه، از اونجا به همه جا پخش میشه. بنابراین قلب یه نفر به همچنین قدرت حیاتو از مغز دریافت میکنه. ولاخن هم موخ شلیت آلا به تولدتو که نسکر لئیل، و واسه همین دلیل هم از که میگیم به صورت طبیعی یک مغز میتونه کنترل داشته باشه روی قلب یه نفر. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع قلب درجه دومه قدرت حیات خودش رو از مغز دریافت میکنه. پس بنابراین در وجود یک قلب این وجود داره، در وجود یک قلب این مطیع بودن نسبت به مغز وجود داره. چرا؟ به خاطر که از اونجا قدرت حیات خودش رو به دست میگیره. و پس همین هم هست که توی خسیدوت، توی قبالا و بین خسیدین بسیار معروفه که همیشه میگیم موخ شلید الهلف، که فرقی نداره الان تو دلت چه خبره، چه احساسی میکنی، هوس این رو داری میکنی، هوس اون رو داری میکنی، حالا چه کار مجازه، چه کار مجاز نیست و غیره. و یه نفر میگه من چجوری میتونم خودم رو کنترل بکنم، و همیشه بهش میگیم موخ شلید الهلف، که به صورت طبیعی مغز قدرت رو داره که احساسات یه نفر و قلبش رو کنترل بکنه، زیر مطیع خودش بکنه. پس بنابراین فقط باید سعی بکنی. و اینی که اعضای بدن میگیم هر کدوم قدرت نسبت احتیاج چیزی که احتیاج دارن دریافت میکنن، ولی که در این حال قسمتی از تمامی قدرتیه که در نشاما وجود داره و همه اینا در مغزم وجود داره، اینم به صورت واضحی میبینیم. برای مثال در یک نفر که نقاشه، یک نقاش که نقاشی میکنه، درسته که دستش داره اون نقاشی بسیار زیبا رو به انجام میرسونه، ولی در واقع این دست در این حال چه چیزی رو داره پیاده میکنه؟ یک ایده ای رو که در مغز این شخص وجود داره. این دست ولی که تنها چیزی که هست مغز این شخص نمیتونه نقاشی بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه برای این ساخته نشده، ولی دست برای این ساخته شده. پس بنابراین اون دست میتونه و حتی پا، دیدیم کسایی که استعدادشو دارن با پاشون میتونن نقاشی کنن، ولی نه به آسونی. ولی دست برای این ساخته شده. پس بنابراین ولی دست از کجا این یه بار نقاشی زیبا رو به وجود میاره؟ به خاطر اینکه دست مسلماً رابطه خودش رو هنوز با مغز داره. پس بنابراین ایده های مغز میتونه پیاده بشه به وسیله هنری که فقط توی دست وجود داره. و همه اینا رو ابو رزاکن داره الان به ما توضیح میده. چرا؟ به خاطر اینکه به وسیله درک این موضوع در قسمت بعدی که به امید خدا در جلسه آینده با هم دیگه ادامه خواهیم داد، ادمون رزاکن از این مثال بدن یک نفر استفاده میکنه که برگرده به موضوع اصلی درباره شخینای هر کدوش باروخو صحبت کردن. اگه یادتون باشه سوالی که شروع کردیم در فصلها این بود که خب این موضوع حشراعت شخینا، که شخینا یه جایی وجود داشته باشه، میگیم توی بیت المقدس بود و غیره، مگه نه اینکه تمامی دنیا پر از شخینا هستش، پر از خود الهیت، پس چرا میگیم شخینا توی بیت المقدس بود؟ به وسیله این مثالی که از خودمون یاد گرفتیم که بله نشما هم در تمام بدن وجود داره، هر قسمت بدن بر حسب چیزی که احتیاج داره اون رو دریافت میکنه، ولی اصل نشما کجا هستش؟ در مغز یه نفره و در اون نشما و در مغزش تمامی قوات بدن وجود دارن. و به همین صورت به عزت هاشم در جلسه آینده یاد خواهیم گرفت که شخینای هر کدوش باروخو هم به همین صورته.
شخینه هکدش برخو همه جا وجود داره، امتداد نور الهی همه جا هستش، ولیکن مقر اصلی وجود داره برای شخینا و اون در کوچ کداشین بود، در قسمت مقدس مقدسا در بیت المقدس. و به عزت هاشم اون رو بیشتر با جزئیاتش در جلسه آینده درباره صحبت خواهیم کرد. اوکی، سوالی هست که درباره صحبت کنیم؟ خیلی مشکر، خیلی باشد. زنده باشید. وقت گذاشتیم روز پرمشغله. نه مسئله نیست، برای صحبت کردن حاضرم، فقط پاهاست که درد میکنه بعد از این همه راه رفتن این دو روزه. همیشه زلشم ببخشید صدا رو نفهمیدم. این که مثلا اینشی 23 ایار 24 ایار این چیز خاصی که تو این روز خانده بشه مثلا برای این روز گذاشتن آه بله، اینه که میگم به خاطر این که کلن تنیا به تمامی روزهای سال تقسیم شده به نوی که از روز 19 همه ماه کیسلو تا 19 همه ماه کیسلو سال آینده یک بار کامل بشه تمام تنیا رو یاد گرفت، همونجوری که برای مثال تورا تقسیم شده به پارشه های مختلف و هر هفته یک قسمتش رو میخونیم تا در از یک سال تمام تورا تموم بشه، به همین صورت تنیا هم اینو داره و از روز 19 همه کیسلو اون تقویم سالیانه برای تنیا شروع میشه. زنده باشید. البته این روزا که با هم دیگه داریم شعور یاد میگیریم از اونجایی که هر روز با هم دیگه یاد نمیگیریم و گاهی اوقات بستگی به زمان داره، تطبیق نداره شعورهایی که یاد میگیریم با اون ایامی که در اون داریم یاد میگیریم، ولیکن خب فقط فکر کردم بجاست که ذکر بکنم شعوره که داریم یاد میگیریم برای کدوم روز ساله. برای همه است به عزت هاشم که هممون حلوه‌ای که بتونیم هر چیزی رو برای هر روز بتونیم تکمیل کنیم. بله اتفاقا اینجا جزوه هایی هست به نام دور ملخوت که این حتی میتونید برید روی وبسایتشون devarmalchut.org و برای هر هفته جزوه ای ارائه میکنن که در اون خوماش اون هفته با راشی هستش و یک از مفارشیم، تنیایی که برای اون هفته است، دفیومی که برای اون هفته است، رمبمی که برای اون هفته است، چه رمبم سه پرکی، چه رمبم یک پرکی، چه سفر همیتسوت و همچنین هر هفته جزوی از خسیدوتی که هر کدوم از ربه ها یاد دادن از هر هفته در اون وجود داره که هر کسی بتونه واقعا به قول معروف میگن شیجه بزنه و لذت ببره در تمام چیزایی که اینجا نوشته شده. درسته exactly. درسته دقیقا مثل خوکل اسرائیل ولی خب یه خورده عمیق‌تر عمیق‌تر که نه عمیق‌تر یه خورده زخامتش بیشتره از اونجایی که مقدار بسیار زیادی اونجا بعد نوشته شده. اوکی هیر برای مثال
ببینم اگه بتونم مال این هفته رو الان دانلودش بکنم و براتون بتونم. بله اوکی، سو دانلود اند او اوکی آلرایت اوکی و اینم درست شد. Yes، بفرمایید. تا دارم اینو دانلود میکنم بفرمایید اگه سوالی دارید. در جمع دوستان که به ما ملحق شدن، افتخار داریم حضور رهبر جامعه کلمیان ایران داشته باشیم. جناب آقا یونان عمومی هستن در میان ما. Oh wow. واو واو، مایه افتخار منه و خوشبختم. انشالله که الله هم شالوم که بود حرف به زد هشم که سال جدید اولا علی خود یامین بشانیم تو ود برای شما و برای تمام کسایی که زیر بال شما هستن. به زد هشم که سالی پر از خبرهای خوب باشه، سلامتی و همهش همونجوری که همیشه ربه میگفت به توف هنیره و هنیگلا، یعنی نحوی باشه که بتونیم براحتی ببینیم که چه شیرینه و چه همه چیز برای ما عالیه. بزدشم با تندرستی. آمین، به خیلی خدا. آمین آمین. امیدوارم که موعد شما موعدی موفق بوده و از اونجایی که این وظیفه مقدس روی دوش شماست برای تمام کسایی که اونجا هستن، به عزت داشتم که هر کدوش بارو خوب، هیچ وقت بدهکار نیست به کسی. پس تمام زحماتی رو که میکشید به عزت داشتم هر کدوش بارو خوب مسلمن به شما پس خواهد داد، همونجوری گفتم با سلامتی، به راحتی، با دل خوش، نخط از تمام خانواده و به عزت داشتم که با تمامی جماعتی که زیر راهنمایی شما زندگی میکنن بتونیم همه بریم به پیشواز مشیخ سید که اینو بزده شم. آمین آمین. گود گود، واقعا برای من مایه خوشبختیه که اولا الان با تو صحبت بکنم، دوم از اون حتی اگر همیشه هم با هم در تماس نیستیم از راه دور همیشه اخبارا به من میرسه، تمامی فعالیت ها چه از نظر شیوریم، از نظر میکوه ها، از نظر کارهای جماعتی و غیره. خزاک و باروخ به زدشم. شالوم باشید. خیلی ممنون. ما یه افتخار منه. به حسل خواه. اوکی. این هم سورپرایز بسیار عالی و شیرینی بود. یک دونه تشکر آقایانی که این رو تطبیق دادن که با طرف خوشحال شدم. اوکی. پس قرار شد که من این جزوه رو برای شما بفرستم، ببینم این جزوه کجا دانلود شده، چون فکر کنم جالب باشه که بتونید این رو مرور بکنید. اوکی، let's go to download. اوکی، برای دلیلی مثل این که من نمیتونم این رو توی هارد درایو خودم پیدا بکنم با وجود اینکه دانلودش کردم. Here we go. Let me try again. PDF. Download PDF. و اینم let's call it number one. اوکی. PDF. رفت توی backdrop. اوکی. Got it. Alright. پیداش کردم. اجازه بدید. مثل اینکه کامپیوترم امروز مثل اینکه با من راه نمیاد. Here we go. Okay. الان تازه درست شد و let's go to backdrop. Okay.
اوکی الان یه پی دی اف آپلود کردم به نام شماره یک و این جزوه ای که برای مثال برای این هفته است دبر ملخوت و توش اگه ورق بزنید جالبه هم با اقسام چیزهای مختلف توش پیدا میشه چه از نظر خماش همچنین که گفتم تنیا حتی از نوشته های پدر ربه که تفسیرات کتاب زهر هستش توی اونم وجود داره برای هر هفته که بتونید از اون استفاده بکنید به زدشه و معمولا در آغازش یکی از معمارهای یا یکی دوتا از معمارهای ربه که رب داره به اون هفته حالا چه اگه موعد باشه برای مثال برای یوم کیپور و غیره که به صورت عمیقی از نظر خسیدوت ربه اون موعد رو برای ما توضیح میده. از الان فقط در یک هفته هست درسته؟ درسته بله هر هفته یه دونه جدید دوباره بیرون میاد. اوکی الان موضوعش به بوششنا درسته؟ این هفته یوم کیپوره و بله ولی خب اولین معماری که توش میبینم درباره موعد سوکا هستش. برای مثال ربه داره پاسوک اول توی تورا رو که میگه اول کختم لاخم بیام هاریشون پری اتادار کپوت ماریم که در روز اول پری اتادار که منظور اتروگه اونو برای خودتون بردارید و همچنین برگای درخت خورما و اون به اصطلاح اربمینیم اون چهارتا رو با هم دیگه بذارید و شروع میکنه ربه سوال کردن روی این پاسوک سوالایی که پیش اومده درباره این پاسوک و بعد وقتی میره درباره اینا توضیح دادن تا اینکه به جواب برسه در این حال موارد بسیار عمیقی رو از نظر خسیدوت درباره اربمینیم توضیح میده برای مثال و هر هفته یکی دو تا از اینا در آغاز این کتابچه هستش و همچنین سخنرانی های ربه از زمان های مختلف دیگه تیتر هر قسمتی بالاش نوشته و همچنین در آغاز این جزوه یه فهرست وجود داره که تو چه صفحه‌ای شما چه مطلبی رو میتونید پیدا بکنید. و میتونید هر هفته این رو دانلود بکنید اگه برید توی devarmalchut.org میتونید مال هر هفته رو دانلود بکنید. زنده باشید. اوکی تنیتتون قبول باشه و مرسی که با دهن تنیت تشریف آوردید و توی کلاس شرکت کردید و به عزت هاشم که کلاس بعدی ادامه میدیم درباره شخینا و تا اون زمان اقلا میتونم همونجوری که توی ایران میگن بگم شخینا برخا بده به عزت هاشم به همگی و شخینا یک خودش باروخ و بالای سر همگی باشه. ولی اینم بهتون بگم که چند کلاس های آیندی بسیار جالب خواهد بود واسه اینکه واقعا درک این که شخینا چی هستش به چه نحوی سکنا میکنه شخینا توی این دنیا و تفاوت وجود شخینا چی هستش بین زمان بیت المقدس اول و زمان بیت المقدس دوم و در زمان حال چه تفاوتی داره بین نحوی که شخینا در این زمانها وجود داشته و الان وجود داره و چه جوری میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. اوکی اینا بسیار مطالب جالبی هستن. اوکی تنیت همگی قبول باشه چه مال امروز و چه به زدشم برای یوم کیپور. روز کیپور در واقع برای من یکی از بهترین یوم تووا هستش. چرا؟ به خاطر اینکه اولا خون تکونی لازم نداره مثل پسخ، بدو وادو خرید و اینجور چیزا نداره مثل روز روش هاشانه و همه اونا البته عزیزن همه موعدا، ولیکن روز کیپور فقط اینه که آدم میاد توی کنیسا برای 25 ساعت به قول معروف آدم میگه خدایا منم و خودت تا
تموم شد و به راحتی آدم میشینه، همه تفیله ها، همه آوازا، همه واقعا لذت بخش ترین موعد در ایام سال برای من. بس بزاد هشم که برای همه تنیت راحت و مورد قابل قبول باشه. در شما هم همینطور، خیلی ممنون، مشکر از لطفتون، بازم یک دنیا سپاس که وقت گذاشتید و این وقت شب بیدار موندید. نه کلیمی برای من هیجان داره، من اصلا دیگه متای شباتا خوابم نمیبره از هیجان این که با هم دیگه بشینیم و یاد بگیریم توی شیور. خیلی ممنون، خدافظ همگی و همچنین که با طرف عرب همامی یک دنیا تشکر. به عزت هاشم تهنیتتون قبول باشه، سال خوبی و خوشی، و به عزت هاشم که زیر سایه شما بتونیم همه با هم به پیشواز مشیخ سیدکینو بریم. به افتخار شما باشید، خیلی ممنون، زحمت میکشید، جمعی که صحیح و سالم پایدار باشید، آمین، با آرامش و با خوبی، آمین آمین، یک دنیا تشکر، یا که بزنید زحمت جمعت میکشید، شما باشید، خیلی ممنون، کلا مبارخ میتبارخ، ایشالله همه براخه آید شما بشه به زدشم لیتاد، به افتخار شما باشید.